به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. به نقل از فیسبوک نفیسه نوری، پاسخ مارشال دوستم به همایون همایون. چند نکته خدمت محترم همایون معاون نخست دوره گذشته مجلس نمایندگان که گفته به خاطر که محمد اشرف غنی به دوستم رتبه مارشالی داده طالب می شود. اول، آقای محمد اشرف غنی به گونه شوقی برایم رتبه مارشالی نداده. این رتبه حاصل 40 سال مبارزه و خدمت به مردم است. من این رتبه را فقط مدیون مردم خود هستم. دوم، شما می توانید من حیث یک انسان عاقل و بالغ هر مسیری را که دوست دارید انتخاب کنید. دوست دارید در کنار مردم و نیروهای قهرمان امنیتی من باشید. دوست دارید به گروه های توریستی و قاتلان مردم بپیوندید، اما اشتباه توریستان طالب را تکرار نکنید. مردم ما در برابر متجاوزان مهربان نیست. و همچنان گزارش دیگری از 8 صبح، بی‌پروایی کابلیان به کرونا، اگر رفتارشان را تغییر ندهند فاجعه انسانی رخ می‌دهد. با آنکه دولت از خطرات ویروس و کرونا به مردم آگاهی دهی کرده است، اما مردم نسبت به این ویروس بی‌پروا هستند و بدون در نظر داشتن توصیه‌های صحی در سطح شهر به رفت و آمد می‌پردازند. مقام‌های صحی از ادامه چنین وضعیت ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند با وجود که مردم از خطرات ویروس و کرونا آگاهی دارند و دولت نیز به اندازه کافی اطلاع رسانی کرده، هنوز پایتخت نشینان نسبت به این ویروس بی‌اعتنا هستند و آن را جدی نمی‌گیرند. مقام‌های وزارت صحت عامه و ولایت کابل از ادامه روند گردش در شهر و بازارها به کابلیان هشدار می‌دهند و می‌گویند که اگر مردم نکات صحی را رعایت نکنند ممکن است فاجعه انسانی رخ بدهد. چند پیش یک منبعی که نخواست نامش فاش شود به 8 صبح گفت که شمار از مقام‌های بلندپایه حکومتی از نحو آگاهی دهی و اطلاع دهی ویروس و کرونا شکایت داشتند. این منبع افزود از آن روزی که مسئولیت اطلاع دهی به وزارت اطلاعات و فرهنگ سپرده شده، مردم نسبت به ویروس و کرونا بی‌پروا شدند. اما اکنون مقام‌های صحی می‌گویند که بی‌پروایی و بی‌اعتنایی مردم به ویروس و کرونا از ناآگاهی نیست و نهادهای مسئول به گونه درست اطلاع رسانی کردند. و ایدلا مایار سخنگوی وزارت صحت آمد در صحبت با روزنامه 8 صبح گفت که وزارت اطلاعات و فرهنگ با داشتن ریاستها در سطح ولایات به خوبی توانسته است که در امر اطلاع رسانی کار کند و به مردم از خطرات ویروس کووید 19 آگاهی بدهد. او بیباوری مردم نسبت به ویروس کرونا را ناشی از ناآگاهی آنان نمی داند. مایار بیان داشت که در حال حاضر تمامی شهروندان در مورد ویروس و کرونا معلومات کافی دارند. او گفت که مردم سهمشان را در جلوگیری از ویروس و کرونا ادا نمی کنند و از همین خاطر به این رفتار مردم انتقاد کرد. سخنگوی وزارت صحت عامه افزود مردم با وجود که می فهمند ویروس و کرونا خطرناک و کشنده است، اما با آن هم رفتارشان را تغییر نمی دهند و بدون در نظر داشتن مسائل صحی رفت آمد می کنند. صابر مومن سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در صحبت با روزنامه 8 صبح گفت که رئیس جمهور در حدود 3 هفته قبل مسئولیت اطلاع دهی و آگاهی دهی را به دوش وزارت اطلاعات و فرهنگ گذاشته و به این وزارت وظیفه سپرده تا کارهای تکنیکی اطلاع رسانی را با وزارت صحت عامه یک جا انجام بدهند. او تصریح کرد که این وزارت در تمامی ولایات همگام با نهادهای جامعه مدنی برنامه های آگاهی دهی عامه را در سطح ولایت ها پیش برده و کارهای خوبی در این زمینه انجام داده است. مومن شکایت هایی که در زمینه اطلاع رسانی بود را بی مورد دانست و گفت که دستگاه اطلاع رسانی این وزارت متوقف نبود و همکنون روی ساخت پیام های رسانه ای کار می کند تا مردم را از خطرات ویروس و نحو برخورد ایشان با این ویروس آماده کند. با این حال او افزود که اکنون به نحو احسن آگاهی دهی شده و مردم می دانند که چگونه برخوردهای اجتماعیشان بهداشت را رعایت کنند تا به ویروس کرونا مبتلا نشوند.
از سوی دیگر مقام ولایت کابل از شکسته شدن خودسر قیود گردش در شهر کابل توسط باشندگان ابراز نگرانی می کند. این اداره می گوید در صورت که شهروندان قرنطینه را نقض کنند، گراف مبتلایان به ویروس کرونا صعود خواهد کرد و یک فاجعه رخ خواهد داد. ناصر مهری سخنگوی والی ولایت کابل بیان داشت که باشندگان کابل به گونه خودسر قرنطینه را شکستانده‌اند و بدون در نظر داشتن توصیه‌های صحی در سطح شهر رفت آمد می کنند. سخنگوی والی ولایت کابل تصریح کرد که این اداره صرف به شمار از اصناف اجازه باز کردن دکانهایشان را داده بود و اصناف نیز تعهد کرده بودند که در خرید و فروششان فاصله گیری معیاری و نکات صحی را مراعت می کنند. او گفت که اکنون اما دیده می شود که بر علاوه اصناف اکثریت باشندگان کابل قیود گردش را خودشان برداشتند و به شهر برآمدند. وی از ادامه این روند هشدار داد و گفت که اگر مردم به همین شکل قرنطینه را نقض کنند و در سطح شهر برایند، شمار مبتلایان به ویروس کرونا افزایش می‌یابد و شهر کابل شاهد یک واقعه فاجعه انسانی خواهد بود. مهری از جانب دیگر تصریح کرد با توجه به اینکه شمار مبتلایان به ویروس کرونا در شهر کابل افزایش یافته، این اداره ممکن است از قوه قهریه برای تطبیق قیود گردش استفاده کند. او گفت در صورتی که ما مجبور شویم ممکن است از قوه قهریه نیز استفاده کنیم. آماری که از توی وزارت صحت عامه به نشر رسیده، در یک شبانه روز گذشته 60 تن در کابل به ویروس کووید 19 مبتلا شدند. با ثبت این تعداد شمار مبتلایان به این ویروس در کابل به 1904 تن رسیده که از این میان تا اکنون 261 تن بهبود یافته و 25 تن دیگر جانهایشان را از دست دادند. نخستین مورد مثبت ویروس کرونا در 5 اوت سال گذشته در ولایت هرات ثبت شد. فرد مبتلا مرد 35 ساله‌ای بود که از شهر قم ایران بازگشته بود. پس از آن ویروس وارد گردش اجتماعی شد و اکنون در تمامی ولایات گسترش یافته است. بر بنیاد آمار ثبت شده توسط وزارت صحت عامه، ویروس کرونا تا اکنون 6664 تن را در افغانستان مصاب کرده است که از این میان 784 تن بهبود یافتند، اما 169 تن دیگر جانهایشان را از دست دادند. و همچنان گزارش دیگری از اشت صبح، حزب جمعیت میگوید که شریک توافق عبدالله باغنی نیست. حزب جمعیت اسلامی یک روز پس از توافق غنی و عبدالله برای تشکیل حکومت همشمول اعلام کرد که این حزب سیاسی شریک این توافق نیست. حزب جمعیت یکی از ارکان اصلی تیم ثبات و همگرایی در انتخابات ششم میزان پارسال بود و عبدالله هم از آدرس همین حزب سیاسی برای تصدی کرسی ریاست جمهوری در این انتخابات نامزد شده بود. در اعلامیه که حزب جمعیت اسلامی امروز دوشنبه 29 ثور منتشر کرد، گفته شده است که برای این حزب نتیجه اعلام شده انتخابات مشروع نیست و طبعا حکومت برآمده از دل آن هم قانونی و مشروع نیست. این حزب با اشاره به روند صلح و شیوع کرونا در کشور گفته است که مخالف تشکیل حکومت بر مبنای توافق سیاسی بین همه طرفهای عمده سیاسی و غیر متمرکز سیاسی ساختار قدرت سیاسی در کشور نبود، اما در توافق کنونی غنی و عبدالله به تقلب در انتخابات مشروعیت داده شده و ساختار متمرکز قدرت حفظ شده است. حزب جمعیت اسلامی پذیرش این توافق را برای خود به معنای عبور از خط سرخ و زیر پا نهادن اصل حیاتی این حزب مبنی بر توزیع افقی قدرت توصیف کرده است. این حزب سیاسی تأکید کرده است که به دنبال کسب ماموریت نیست، بلکه با مبارزه خود برای غیر متمرکز سازی نظام سیاسی ادامه خواهد داد. توافقنامه تشکیل حکومت همشمول بین غنی و عبدالله روز گذشته به امضا رسید. عبدالله امروز اعلام کرد که هدف او از این توافق تأمین خیر و فلاح عمومی در شرایط بوده است که از یک طرف کمک های جامعه جهانی کاهش می‌یابد و نیروهای خارجی افغانستان را ترک می کند و از طرف دیگر جنگ ها تشدید شده و تلفات افزایش یافته است. او تأکید کرده است که به نظر مخالف متحدانش به این توافق احترام دارد.
اما به گفته او بی‌ثباتی به نفع کشور و مردم نبود و می توانست افغانستان را به قهقرا ببرد. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بودید جهان سپاس. ویدیوهای ما را کامنت، لایک و سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.